خب اول از همه چی باید بهتون بگم که کل این فیلمو کلشو با موبایل گرفتم، واسه کسایی که فکر میکنن واسه یوتیوبر شدن نیاز به یه تجهیزات گرون دارن، فکر میکنن حتما باید کلی پول بدن واسه دوربین، نه، با موبایل هم میتونید کلی فیلم خفن بسازید. و دوم اینکه این فیلمی که الان میخواید تماشا کنید واسه بعد از تولدم، بریم ببینیمش، برگردیم نظر کاملمو بهتون میگم. سلام به همه بیبیدی جدید، خوش اومدید. خب فکر کنم بدونید که فیلم راجع به چیه. اگه یادتون باشه توی فیلم قبلی توضیح دادم که یه کادو واسه خودم سفارش دادم، این ایرپاد ها هستن که 20 یورو خریدمشون از توی ایبی. اگه بخوای اصلیشو بخری، مال اپل بخری، فکر کنم 200 خورده پولش باشه، یه پول خیلی زیاده. 1/10 اون پولو دادم من واسه این ایرپاد ها. میخوام الان آنباکسش کنم، تستش کنم، ببینم چه جوریه. این پاکت دیر رسید به دست من به خاطر اینکه دو تا جا هست که بتونی بری پستتو بگیری، یکی اینجا هست، یکی هم اینجا هست. به خاطر من دو روز پشت سر هم اومدم تو این یکی، هر دفعه هم میگفت نه با صبر کنی هنوز پستت نیومده. اشتباه رفته بودم کل مدت، اشتباه زدم دادج. دو تا چیز خیلی مهمه که باید مورد بررسی قرار بدیم، یکی کیفیت صداش هست و یکی هم این که از گوش میفته یا نه، چون که هیچ سیمی نداره. من همش تو فکرم این بود که از گوش میفته، گم میشه. خیلی ها راجعش فیلم ساختن که نه مشکل نداره، اکثر کسایی که استفاده میکنن رو گوششون میمونه. حالا بستگی داره به فرم گوشت. حالا خودم میخوام امتحانش کنم ببینم از گوش من میفته یا نه، توی باشگاه تو موقعیت های مختلف امتحانش کنم ببینم چه جوریه روی گوش. یه چیز دیگه هم که باید چک کنم ببینم چقدر باتری نگهمی داره. فکر کنم خیلی کیفیتش کمتر باشه نسبت به ایرپاد 200 یورویی. حالا اگه دوست داشته باشی میتونم یه مقایسه ام بکنم ایرپاد 200 یورویی رو با این ایرپاد 20 یورویی. خب حالا آنباکسینگش. من فهمی کردم پاکتش خیلی بزرگتر باشه. بازش که میکنی به ظاهرش فرق داره. ایرپاده اصلی و ایرپاده گرونتر که مشابه همین هستن، اینجا هاشون یه سری سوراخ داره، این پشتشون این سوراخ هاش کم داره. خب آی 7 مینی، یکی از دوستام آی 10 خریده، اون 40 و فکرم 40 یورو بود، دقیقا یادم نیست چقدر بود. با اونم اگه خواستی میتونم یه مقایسه بکنم. یه کابل داره شبیه نخ دندون میمونه. اوکی اینجوری شارژ میشه، بازش میکنی، باز تا از این وریه کدوم وریه کدوم وریه از این وریه. اوه شارژم داره، آبیه، باز شد لعنتی، چیرو باز میشه، نشکنمش. باز شد سلوات. حالا این قرمزه فکر کنم نمیدونم نمیدونم معنیش چیه، هیچ دفترچه راهنمایی هم نداره لعنتی. خب الان سعی میکنم درش بیاری ببینیم چه جوریه. این چراغ لعنتی چیه؟ وای این چیه؟ چرا چراغ داره؟ What the fuck؟ آه اوکی یکی چراغ داره. What the fuck؟ من نمیخوام چراغ داشته باشه، چه وضعشه؟ صبر کنید لامپش رو همینجوری بذاریم ببینیم خودش خاموش شد. با خاموش روشنش کنیم. صبر کنیم اول به گوشیم وصلش کنم. اوه الان من با گوشیم دارم فیلم میگیرم، چجوری نشونتون بدم وصل کردن چجوریه با گوشی. این چراغش خیلی مسخره است. اوکی من وصلش میکنم سری به گوشیم ببینم چه جوری. اوکی یه چیزی بود بلوتوثو که روشن کردم، یه چیزی بود به نام TWS که اونو زدم وصل شد بهش. حالا بذاریم روی گوشمون ببینم هنوز داره نور میزنه. اوکی نورش خاموش شد خوشبختانه. خوب سفته، خوب دقیقاً خیلی خوب اصلا بزش احساسه میشه. موزیکو تست کنم ببینم چه جوریه. حالا یه زمان خیلی طولانی داشتم خودم رو جر میدادم بفهمم چه جوری. اول وصلش کردم فقط یک دونش پیر شد، ولی فکر کنم باید جفتشو با هم فشار بده. یه دفترچه هم زیرش بود به وسیله اون دفترچه خوشبختانه فهمیدم جریان چیه. بعد اینو بدونید وقتی وصلش میکنید صدا فقط از یه طرف میاد، وقتی دو طرفشو پیر میکنید. بعد که آهنگو پلی کنید متوجه میشید که آره صدا از دو طرف میاد، فقط از یه طرف نیست. وقتی که ایرپاد داشته باشی، آیفون داشته باشی، در ایرپادتو که باز کنی خود به خود کانکت میشه به موبایلت. ولی این خیلی درسته، کلا گوشی‌های اندروید با ایرپاد خیلی سخت استفاده کردنش. یه خورده زمان می‌بره، البته خیلی سخت نه، یه خورده زمان می‌بره واسه کردنش. این کلیکیه، مثلا چیزی که دوستم خریده بود 40 یورو 50 یورو با
مثلا یه بزنی روش خودش میره آهنگ بعدی یا نمیدونم چیزای مختلف. این یکی نه، کلیکیه، باید کلیک کنی. کیفیت صداش اوکی، الان یه خورده آهنگ گوش کردم باهاش، بهترین نیست ولی خوبه، به نظرم خیلی خوبه با این قیمتی که داره. من همیشه چیزایی که استفاده کردم سیم داشتن. الان موبایلم گذاشته بودم رو میز، می‌خواستم لباسام بذارم توی کمد، گردنم اونجوری می‌گرفتم، نمی‌کردم بهش سیم وصله، عادت کردم دیگه. چونیم آهنگ پشت سر هم خاموش شد، الان زدم شارژ، ولی خیلی زوایی داره شارژ میشه، چرا این شکلیه؟ اصلا معلومه جنس ارزونه. 10 دقیقه زدم شارژ، الان میخوام درش بیارم ببینم چند درصد شارژ شده. الان نگاه کردم روی قسمتی که وصل می‌کنی به بلوتوث می‌نویسه چند درصد شارژ شده. همینجوری بود وسط خیابون. 80 درصد شارژ. شت. 80 درصد شارژ شده بود تو 10 دقیقه. چه خریم من، حواسم به فیلم بود. دقیقا از ساعت 3:45 روشن کردم موزیکو ببینم تا چند ساعت جواب میده. اولش که 100% بود، حدودا 2 ساعت و نیم پشت سر هم موزیک گوش دادم با صدای تقریبا بلند. صداش خوبه واسه 20 یورو، فوق العاده است صداش به نظر من. یه مشکل خفری که داره، به 30% که میرسه میگه لو باتری، هی لو میگه لو باتری، بعد از چه میدونم 3 دقیقه خاموش شد، یعنی به 30% برسه کارتون تموم. این کابلیه که خودشون مهم دادن، بزنم شارژ ببینم چه جوریه. شارژ میشه وقتی که باتریش پر بشه، اینجوری آبی میشه. این از فیلمی بود که واسه بعد از تولدم گرفتم. خوب شد که همون موقع فیلممو تموم نکردم، چون که خیلی اتفاق افتاد بعد از 1-2 ماه استفاده. اولین مشکلی که به وجود اومد این بود که از دستم افتاد، یه آهن ربات توش بود، در اومد گم و گور شد، به خاطر همین چف نمیشد اون ایرپاد به جای شارژش، چون که نمیچسبید مجبور شدم رو در ایرپاد یه چسب، حالت چسب چسبونم که با فشار به جای شارژ. بعد از یه مدت استفاده فکر کردم مریض شدم، فکر کردم مشکل از گوشامه. وقتی که اینجوری میکردم خوب صدا رو میشیدم، دهنمو که باز میکردم، سرمو که کج میکردم دیگه چی، آن وقتی هم که میخوابیدم صدا خوب میومد. وقتی که حالت معمولی میشنستم صدا خوب نمیومد، فکر کردم گوشام مشکل به هم زده، میخواستم برم دکتر. فکرشو بکنید، بعد گذاشتم توی گوش دوستام، اونام دقیقا همین مشکل داشتن، فقط من نبودم. بعد مجبور شدی کج بذاری تو گوشت، خراب شده بود دیگه. چجوری بگم، حدودا 2 ساعت و نیم شارژ نگه میداشت، ولی واسه منی که خیلی با گوشی کار میکنم، خیلی از کارامو با گوشی انجام میدم مثل ادیت کردن فیلم، واسه من این 2 ساعت و نیم هیچه. یه مشکلی که داره، فکر کنم فقط مال این ایرپاد 20 یوروی نباشه، حتی اگه یه ایرپاد نمیدونم 150 یوروی 200 یوروی هم بخوای بخری، همین مشکل داره. وقتی که کابل بس نباشه یه خورده صدا جلو عقب میاد. وقتی که بخوای مثلا فیلم ادیت کنی، فیلم تماشا کنی، این ایرپادی که گرفتم واسه فیلم اوکی بود، خیلی 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 کم صدا جلو عقب میشد، خیلی احساس میشد، مشکلی نبود. ولی توی بازی مثلا میگم 1 ثانیه صدا جلو عقب میومد، تیر میزدی بعدش تازه صداشو میشید. بعد با یکی از دوستام یه هدفون خیلی گرون داشت، با اون صحبت کردم، گفت نه واسه منم همین جوریه، خیلی ربطی نداره که چه نوع ایرپاد بلوتوثی داشته باشی، فکر کنم تا وقتی بلوتوثی باشی همین مشکل داری، یعنی صدا جلو عقب میاد توی ادیت یا توی بازی. توی فیلم ولی اوکی بود، توی اینستاگرام، توی یوتیوب نمیدونم ربط داشت به ایرپاد یا مشکل از سیستم عامل اندروید بود. حس می‌کنم برنامه‌ها مشکل به هم می‌زدن، نمیدونم ربط داشت به ایرپاد یا نه، ولی همچی حسی داشتم. تا 3-4 بار اون کیسی که داشت واسهتون ایرپادتون رو شارژ می‌کرد، فکر کنم 1 ساعت 45
دقیقه تا یک ساعت طول میکشید که شارژ ایرپادتون کامل بشه از طریق کیس. یعنی حدودا چند ساعت؟ 2 ساعت و نیم. خودش حدودا 10 ساعت جوابتون رو میداد کامل که شارژ میکرد. مشکلی که اخیراً بهم زده، اگه یادتون باشه بهتون گفتم دکمه یه، باید دکمهش رو فشار بدم. یعنی دکمهش خراب شده، از جعبه که درش میارم خود به خود روشنه، نمیتونم پیرشون کنم، نمیتونم جفتشو وصل کنم. من با جفتشو روشن کنم با هم دیگه که به هم دیگه وصل شن. الان چون یه دکمهش خراب شده همش روشنه، نمیتونم پیرش کنم، باید تک تک گوش کنم. یه چیزی که یادم رفت بهتون بگم، کیفیت میکروفونش افتضاح، به هیچ عنوان نمیتونید تماس برقرار کنید. اگه شارژ نگه می داشت به اندازه ایرپاد اصلی اگه مشکل به هم نمیزد تو گوش، فوق العاده میتونم بگم یکی از بهترین چیزا هست. بزرگ که شدم، پولدار که شدم یه ایرپاد اصلی میخرم. ولی محصولات زیاده، خب محصولات خوب بعد از اون خیلی پیدا کردم که پشیمون شدم 20 یورو دادم واسه همین چرت و پرتی که زودم خراب شد. اگه دوست داشته باشی میتونم راجع به هدفون بلوتوثی ارزونم یه چند تا فیلم بسازم. محصول زیاده و آره، فکر کنم این کل نظرم راجع به این ایرپاد 20 یوروی مزخرف باشه. اصلا بهتون پیشنهاد میکنم بخرید، مگر اینکه خیلی با لطافت استفادهش کنید، خیلی واسه تو مهم نباشه که فقط 2 ساعت و نیم شارژ نگه میداره و شارژ شدنش هم خیلی طول میکشه لعنتی. ایرپاد اصلی 15 دقیقه که میذاشیش توی قابش تا 3 ساعت جواب میده. 3 ساعت میتونستی ازش استفاده کنی، 3 ساعت میتونستی آهنگ گوش کنی. لایکتون نره، کامنت بذارید، حتما نظرتون راجع فیلم بگید. اگه علمی دارید، اطلاعاتی دارید راجع به ایرپاد، حتما واسم بنویسید، سعی میکنم همه کامنتاتون رو بخونم. سابسکرایب کنید، گفتم سابسکرایب کنید یا نه؟ تا فیلم بعدی.